کارزار جهانی ایران آزاد و کهکشان سالانه مقاومت ایران با بیانیه مشترکی حمایت می شد. ای که به حمایت از مردم و مقاومت ایران و برنامه ده مدهی خانم مریم رجوی می پردازد. ای که حق کانونهای شورشی در مبارزه با سپاه پاسداران را به رسمیت می شناسد. این بیانیه توسط 137 رئیس کشور، رئیس دولت، وزرا و سفرا و رهبران پیشین سازمان های بین المللی امضا شد. آنها همچنین خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی شدند. این 137 تن، اسامی 84 رهبر پیشین ده معاون رئیس جمهور و معاون نخست وزیر و نه تن از رؤسای سازمون های بین المللی و نه سفیر را در بر می گیرد. مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا از جمله امضا کنندگان بیانیه رهبران پیشین جهان در اجلاس ایران آزاد گفت من با افتخار زیاد اینجا هستم در گردهمایی همایی بزرگ مقاومت ایران در سال 2024 هرگز به تحقق ایران آزاد شک نکنید و بدانید که مردم آمریکا در کنار شما هستند و از مبارزات شما حمایت می کنند. به خاطر وجود شما بادهای تغییر قوی تر از هر زمان دیگر در ایران می وزد. مایک پنس همچنین گفت رژیم به آسانی کنار نخواهد رفت و به همین دلیل به یک جنبش قوی و فداکار که حاضر باشد قیمت مقاومت را بپردازد نیاز دارد. این جنبش وجود دارد شورای ملی مقاومت ایران خورخ فرناندو کیروگو رامیرز رئیس جمهور بولیوی 2002 از دیگر امضا کنندگان این بیانیه گفت من اختاپوسی را شناختم که سعی می کند خود را به دنیا تحمیل کند و این حکومت ایران است که به کمک سایر دیکتاتوری ها عمل می کند. چند سال پیش یک انفجار تروریستی در آرژانتین رخ داد که وحیدی وزیر کشور کنونی ایران عامل اصلی آن بود. خورخه فرناندو کیروگارا میرس در رابطه با نمایش انتخابات رژیم گفت اخیرا یک سیرک موسیقی به نام انتخابات در رژیم اتفاق افتاد. وقتی ده درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند، معلوم است که این انتخابات نیست. تنها شیوه ای از شیوه های دیکتاتوری است. گی فرهوفشتاد نخست وزیر پیشین بلژیک و نماینده کنونی پارلمان اروپا و از امضا کنندگان این بیانیه گفت میخواهم یک پیام واضح به رهبران اتحادیه اروپا بدهم به خصوص بعد از انتخابات اخیر پارلمان اروپا استراتژی اتحادیه اروپا در برابر رژیم ایران همواره شکست خورده است چون رژیم به جنایت خود نه فقط در حق مردم ایران بلکه به تروریسم علیه مردم دنیا ادامه می دهد. ما در این رژیم دیده ایم که چگونه همواره از دستیابی به سلاح اتمی دست بر نداشته. هیچ گروه تروریستی در این دنیا وجود ندارد که این رژیم به آن کمک نکند. در جنگ اوکراین هم دخالت دارد. زمان آن است که اتحادیه اروپا با مقاومت ایران وارد دیالوگ شود. که ما آزادی و دموکراسی را برای ایران به ارمغان بیاوریم.